شهید سلیمانی ما ممکن بود تو بین مردم جایگاه و نفوذ و اعتباری داشته باشه، شهید فخری زاده رو که هیچ کس نمیشناخت، او رو بسیار از انقلابیون ما او رو نمیشناختن، او رو چرا به شهادت رسوندن؟ او رو چرا به شهادت رسوندن؟ وجه مشترک شهید سلیمانی و وجه مشترک شهید فخری زاده این بود که در صحنه عمل مرد عمل بودن، واقع بین بودن، مرد عمل بودن، واقع بین بودن. یک انسانی که در عملگرایی و در واقع بینی سرآمد بود، دشمن او رو به شهادت رساند تا عملاً از پیشرفت کشور جلوگیری کنه، تا دشمنان ما ثابت کنند که عملگرا هستند. به همین دلیل بازتاب‌های سیاسی این فاجعه بزرگ رو اصلا اعتنا نمی‌کنند و حتی تخریبی که از چهره دشمن در جهان می‌کنه اونا رو اعتنا نمی‌کنند. میگن اینا مسائل رسانه‌ای، درستش می‌کنیم، مردم رو سرگرم می‌کنیم و زیاد اونا رو واقعی نمی‌دونن، افکار عمومی رو بازی میدن ولی جدی نمیگیرن. اون چیزی که جدی میگیرن اینه: تا شما بگید ما انرژی هسته‌ای داریم، حتی کلی برخورد نمیکنن. ایران انرژی هسته‌ای داره، میگن کی داره این کارو میکنه؟ براشون دقیقاً مهمه این کی داره این کارو میکنه. میدونن کارهای بزرگ آدمهای بزرگ خاص میخواد که پاش بایستن. من و شما ایرانی اصلا ممکنه هیچ وقت انگیزه پیدا نکرده باشیم بشناسیم کی انرژی هسته‌ای ما رو داره جلو میبره، اما او شهید احمدی روشن رو میاد شناسایی میکنه، شهید علی محمدی رو میاد شناسایی میکنه و دیگر شهدای ما رو نگاه میکنه به جزئیات و اون کسی که عملا مؤثره او رو میزنن و اون کسی که عملا مؤثره او رو میزنن. ما در عالم واقع داریم زندگی میکنیم، ما باید با واقعیت ها سر کله بزنیم، باید بیای تو صحنه، باید عملا خودت رو تقویت کنی، باید عملا مقابل او بایستی. ما با تمام وجود در مقابل شهید فخری زاده تواضع میکنیم. خود او با گلوله هایی که به تنش نشست، دشمن واقع نگر و عملگرا رو به شما نشون داد، گفت شما هم در صحنه واقعیت به او جواب بدید. قدرت پیدا کنید، قدرت پیدا کنید، قدرت پیدا کنید.